دقیقا مثل روزگار قدیم شده خان. حالا هم سه تا جنگجو داریم، یکی رفته شکار هر تخرون، یکیش کنار تکندویده، اون یکی هم من. سه تا جنگجو داری که برای تو هر خطری رو به جون میخرن. این اصلا کم نیست. تو به تنهایی تونستی این قبیله رو حفظ کنی و استوار نگهش داری. کسی چه میدونه که با این ستا چه کارا که نمیتونی بکنی خان؟ من به تو خیلی بدی کردم، اما بدون من دیگه سلجان گذشته نیستم. به خاطر بدیایی که به تو کردم منو ببخش. هیچ کس مثل تورگوت قلبم آتیش نزد. حالا همه یه درد من تورگوته. مورد کارای تو هم سپردمت به خدا. من به سزای کارام رسیدم، تمام بدیام برام تلافی شد. فقط میخوام حلالیت به طلبم. قبل از مردن حلالم کن. حلالت میکنم. حلالت میکنم. دستم بشکنی که به تو تازیانه زدم. کاش دستم میشکست. حلیمه، تو هم منو ببخش. به قبیله ما خوش اومدی. از این به بعد دختر این قبیله هستی. با تو جاری شدم. ممنونم سرجون خاتون. زنده باشی. به تو هم خیلی بدی کردم، تو رو خیلی ناراحت کردم. منو حلال کن. من خیلی وقته که کینه هامو دور ریختم سرجون خاتون. منو واسه اینکه رسوم قبیله زیر پا گذاشته نشه ناراحت کردی. خیالت راحت باشه، من شما رو حلال میکنم. خدا از تو راضی باشه. نام قبلی من کلادیوس بود، شیخ ابن عربی. بعد از اینکه مسلمان شدم نام عمر را مناسب دونستن. شیخ گفت که اگه میخوای به اسلام کمک کنی و گناهانت پاک بشن، باید جنگجوی هرتوغرال بشی.
چرا مسلمون شدی؟ مأموریت من این بود که ابن عربیو بکشم و صندوقچه رو به دست بیارم. زمانی که برای کشتن اون رفتم کم مونده بود خودم بمیرم، اما جناب ابن عربی اینو میدونستن ولی به هم کمک کردن و من زنده موندم. این محبتشون خیلی رو من تأثیر گذاشت. خداوند بزرگ گناهانم رو ببخشه. اما این شوالیه ها بر سر جنگجوی شما ترگاد چه بلاهایی آوردن. تضادی که اینجا بود و با چشمام دیدم. حرفای این مرد رو باور میکنی؟ به جز باور کردن کسی که سلام و دعای ابن عربی آوردی چی کار کنیم بامسی؟ اگه دروغ بگه چی خواه؟ جنگ جویان ما رو کشته، خودشم گفت که برای ابن عربی تله گذاشته بود. خب ببینم، آیا همچین شخصی میتونه هدایت شده باشه؟ ما نمیدونیم نور خدا به کدوم تاریکی روشنایی میبخشه بامسی. به این فکر کن که با کرد و غلو توی قبیله شونه به شونه هم کنار هم ایستادیم و با هم به سجده رفتیم، اما حالا در چه حالیم؟ درست میگی خان. نگهبان، هیچکی اینجا نیست؟ چی شده؟ پدرم، به خاطر خدا کمک کن. حکیمو خبر کن. من بازم یه چشمم به اونه و یه چشمم به رای که میریم. با کاری که ترگات کرد بامسی درست میگه. خان، ترگاتو باید همون اول میکاشی. اگه همونطور که اون پس فطرت گفت تو را بلایی سرشون میاره چی؟ این چه حرفیه که میگی؟ وقتی غذا تموم شد فورا راهی میشیم. قبل از طلوع خورشید باید به قبیله برسیم. اطاعت میشه خان. درباره عمرم تا حکایتش رو از ابن عربی نشنیدیم باید چشم حواسمون حسابی بهش باشه. در مقابلش باید محتاط باشیم. اگه دردش چیز دیگه ای باشه چی؟ چه دردی؟ ماجرای اون صندوقچه اگه یه نقشه باشه چی؟ خب صندوقچه کجاست ارتوغرل خان؟ پس تا مثل اون استاد پس فطرت از صندوقچه خبر داری ها؟
نه تنها استاد بلکه کاردینال توماس هم به دنبال اون صندوق چست. هر دو به شدت از هم متنفرن، ولی برای اون صندوقچه دست به هر کاری میزنن. مگه هر دوشون هم مسیر نیستن؟ پاپ از قدرت شوالیه ها به شدت میترسه. شوالیه ها هم از پاپ برای راضی کردن امپراتور فردریش برای جنگ استفاده میکنن. این سیاست خونین همه جا هست. به خاطر این بازی کثیف، مسیحیان بیگناهی ها به بدترین شکل کشتم. همینطور مسلمانان بسیاری ها. شیخ برای این که این خونا رو پاک کنم به من راه خدا رو نشون دادن. انشالله خدا منو از این راه دور نکنه. تورگوت، وقتی تو رو دستگیر کردم باید سرتو میبریدم. تو میگه سگا میکردم. فقط برو برای برادرم ارتقلال دعا کن. شمشیرها رو بندازید. شیرتو بنداز. فردا راه طولانی در پیش داری. وقتی به تبعید میریم تو هم همراهمون میای؟ بله، راه طولانی در پیش دارم. از آقابت ما این بود خواه صبح مثل بره هایی برای قربانی به تبعید میری. هنوز هیچی تمام نشده دلی دمیر. تا زمانی که ارتقال هنوز اون بیرونه من از هیچ چیزی نمیترسم. اونا رو به زندان ببرید.
مادر عزیزم، مادر جانم، مادری که جون تو برای ما فدا کردی. دوچار غرور شدم و دل تو رو شکستم. بیش از همه با تو مخالفت کردم. منو ببخش. دختر چشم زیبای من، من دختر دار نشدم، ولی شما رو مثل دختر خودم میدونم. به آغوش کشیدم، شما رو حلال میکنم. اصلا ناراحت نباشین. حالا خیالتون راحت باشه، فردا هم روز خداست. هر تاریکی یه روشنی و هر دردی یه شفایی داره. انشالله. اگه رفته باشن چی خواهد؟ یکم منتظر میمونیم تو. اگه رفته آمدی نشد میریم سمت قبیل. Thank you.
دیگه میترسم به خیمش برم. چشماش تو رو هم میترسونه کارا بودار. چشماش، حرفاش، حتی نفساش. ما چی کار کردیم کرکوت؟ یه جوری میمیری که دنیا درباره خیانت و جنازت حرف میزنن. اونا رو ببرید. تمام برو. کاردوغلو چون از اعتراضات مردم میترسه، میخواد ما رو بی سر و صدا ببره بکشه. اعتماد کردی به قفص؟ به قفص نه، به خودم اعتماد دارم سلیمان. حالا که دست پم به زنجیره، خیلی شجاع شدی کردوغلو. تو هم شجاع شدی. با دل رحمی چی نصیبت شد؟ دیگه خان نیستی سلیمان. البته یه روز در برای خیانت و خائن بودن از تو سوال میشه، ولی کنجکاو شدم. حالا که در انتظار مرگ هستیم، وقتی که عمرمون رو به آخره، این خیانت برای چی بود؟ برای چی؟ آه سلیمان، از تو شجاع‌تر بودم، از تو داناتر بودم. سالها برای قبیلم تلاش کردم و جنگیدم. برای اینکه تو به پیروزی برسی، یه تنه خیلی جنگیدم. بعد فکر کردم، چرا من خان نیستم ولی اون هست؟ چرا خانکایی ها اونه و من نیستم؟ کسی که همه یه کارا رو انجام میداد من بودم سلیمان. من بودم. من. کردوغلو، در تو نه حرف سرداره، نه شمشیر. تو مثل قابیل، پسر حضرت آدم هستی که برادر کشی کرد. قابیلم برادرشو، برای همین که چرا اونو چرا خودش نبود کشت. قابیلا میمیرد، ولی قابیلا هزار بار میمیرد. خان بودن تموم شده سلیمان. با این حرفا نمیتونی منو تحت تاثیر قرار بدی. نگهبان، اینو ببرش.
میدونی که باید چی کار کنی یهودا؟ میدونم قربان. سلیمانو آخر از همه بکش. میخوام شاهد مرگ خونوادش باشه. اطاعت میشه. تا به امروز قوی بودی. بعد از این هر طوری که در شأن سلطان سلیمان باشه اینجوری ترک میکنی. ارتغرل میاد و ما رو نجات میده. آسمون به زمین بیاد اون ما رو رها نمیکنه. حداقل بذارین کنار خانوادمون باشی. دستور داده شده در طول راه نباید کنار هم باشی. نگران نباش، وقتی بالای سرمون هستی حالمون خوب. همه چیز تموم شد؟ همه چیز تموم شد قربان. اگه کسی مشکلی درست کرد بهش راه نکن. اطاعت میشه. حلیم سلطانو بیار. اون توی قبیله میمونه. نخیر. کار میکنی کردوغلو؟ اون عروس سبره تصمیم جلسه برای تو و خونوادت بود سلیمان.
حریمه هنوز عضو خانوادتون نیست. گردوغلو، تا این حد ظلم کافی نیست؟ به خاصت رسیدی، حریمه همراه ما میاد. در تو هیچ آبروی، شرف، ناموس و حیثیت نیست، گردوغلو، هن! برای به دام انداختن ارطغرل، میخواد از حریمه سلطان استفاده کنه. اندرگو، از این فکر پیش از این که پدرت با من بازی کنه باید استفاده میکرد. گردوغلو، قسم میخورم سر تو، روی نیزه ببرم و برای عبرت عالم توی قبیله بچرخونم. من سلیمان شاه خلقایی هستم. به کرکوت خان سلام ما رو برسون. اگه بخواد با 300 یا 500 سربازش اینجا حمله بکنه، قبیلشو انبار غنیمت میکنه. اینو مطمئن باش. حریم سلطان رو برگرد. مادر، مادر، خواهرو منو حلال کنی. دختر عزیزم، تو رو با دستگی خودم میکشم، جنازتم میندازم تو میدون قبیله، تو رو میکشم کردوغلو. سربازم موفق باشی، را بیفته. بگو از من چی میخوای؟ میتونم تو چشمات نفرتی که از من داری رو ببینم، اما اینم میدونم اونقدر باهوش هستی که میفهمی همه این کارا رو به خاطر آینده ی قبیله کردم. واسه همین با اون استاد پتروجیو یه پس فترت، با اون تیتوس قاتل که دستش به خونالوت هست و با اون کارا توی بار عوضی متحد شدی؟ این یه مسئله شخصی نیست، منم حداقل به اندازه تو از اینایی که اسم بردی متنفرم. مطمئنم اونام از من متنفرم، اما من اونا رو تحمل میکنم. برای چی؟ فقط برای آینده کایی ها. آینده شما اگه به دست شوالیه هاییه که راه و واسه جنگ صلیبی باز میکنن، بهتر کایی ها زودتر نابود بشن. کردوغلو،
ولی هم من هم ارتقرول خوب میدونیم که داستان این نیست. اون تمام بازیات آشکار میکنه. بابت تمام کار از پشیمون بشی و سلطان سلیمان جایگاهشو پس میگیره. دیگه که خیلی دیر شده حلیم سلطان. هم سلطان سلیمان، هم خانوادش و همونایی که همراهش تبعید شدن دیگه زنده نیستن. تو دروغ میگی. متاسفانه باید اینطور میشد، اما تو راحت داری. آلت تورگوت خیلی سریع و بدون درد این کارو تموم میکنه. حالا میرسیم به ارتقرول. ارتقرول و جنگجوهاش دوان و بامسی به دست اون شوالی های پست افتاده. دروغه، داری دروغ میگی. الانم به حرفام گوش کن حلیم سلطان. دیگه کسی برات باقی نمونده به جز برادرت. اگه میخوای برادرتو برداری یا به یه جای دور بری و زندگی جدیدی رو شروع کنی، حاضرم این فرصتو بهت بدم. تو چی میخوای؟ صندوقچه ابن عربی. ابن عربی فقط خواسته ما دو نفر از وجود این صندوقچه با خبر باشیم. گفت صندوقچه رو هرگز باز نکنه. گفت وقتی برگرده از ما پسش بگیره. ببین حلیم سلطان، اگه جای صندوقچه رو به من بگی، برادرتو میگیری یا زندگی جدیدی شروع میکنی. این اولین و آخرین پیشنهاد من به توه. اینجا چی کار میکنه؟ امکان نداره اینقدر زود کارشو تموم کرده باشه. نگهبان، به خان خبر بده. بگو تورگوت برگشته. اطاعت میشه. من از اون صندوقچه بی خبرم. رو گفتن اصلا برازنده ی سلطان زیبایی مثل تو نیست. چرا اصرار داری که من جای صندوقچه رو میدونم؟ اصلا اگه اینقدر با ارزشه چرا باید به من بسپرتش؟ در واقع به تو نداده، ارتقرول سپرده. اما چون ارتقرول زخمی بود، ابن عربی امانتشو به تو تحویل داد. پیش از رفتن میخوام امانتی به تو بدم. تا برمیگردم اونا به ارتقرول بده و بهش بگو داخلشو نگاه نکن. مطمئن باشید مثل جونم مراقبشم. شما رو همه جا قدم به قدم تعقیب کردم. هر جایی که بعد از خوب شدن ارتقرول رفتید، هر قدمی که برداشتید رو میدونم. تو که از هر قدم ما خبر داری، پس باید بدونی صندوقچه رو کجا گذاشتیم. اگه حرف نزنی، هم تو هم برادرت میمیرید. قربان، چی شده؟ تورگوت برگشته خان. دستاشم خونین بود. داخل خیمه منتظرم باش، زود میام. حالا باورت شد؟ دیگه کسی برات نمونده. خوب فکر کن، این آخرین فرصت تو و برادرته. Thank you.
تموم شد؟ تموم شد. همه مردن.